عزیزان سلام با برنامه تحلیلی دیدگاه در خدمت شما هستیم در برنامه قبلی به بررسی چرایی و ریشه های ظهور جنبش ناسیونالیستی شعبیه در بین قوم فارس یا بهتر بگوییم تاجیک ها پرداختیم همانطور که اشاره شد در نتیجه تضعیف امپراتوری ترک قاجار شعوبی ها یا با نام امروزیشان ملیگرایان پارسی حاکمیت را نه با مهارت خود که با تکیه بر حمایت انگلیس و از طریق کودتا تصاحب کردند به دنبال آن روشنفکران شعوبیه فرصت را برای عملی ساختن افکار نجات پرستانه و دیگری ستیزانی خود غنیمت شمرده به تخریب سیستماتیک هر چیزی که نام و نشان ترکی یا عربی داشت پرداختند. زبان، فرهنگ و آثار تاریخی در خط مقدم این تخریب همه جانبه و سیستماتیک قرار داشت. در زمان سلطنت رضا میر پنج، بسیاری از آثار تاریخی دولت‌های ترک در جمهوری آذربایجان و حتی تهران نابود شد. یکی از اهداف رضاخان پاک کردن حافظه یا حاکمیت تاریخی ترکان آذربایجان بود برخی این کار رضاخان را به دشمنی وی با قاجارها ربط می دهند. اما این تفسیر درست نیست اگرچه اکثریت آثار تاریخی تخریب شده در تهران مربوط به دوره قاجار است اما بسیاری از آثار تخریب شده در آذربایجان جنوبی به ویژه در تبریز تنها به دوره قاجار تعلق ندارند بلکه آثار تاریخی دوره های قبل از قاجار نیز توسط رضاخان تخریب شده است به همین دلیل تخریبات سیستماتیک صورت گرفته را نمیتوان به دشمنی رضاخان با قاجار تقلیل کرد آن سیاست یک سیاست مستقیم ضد ترکی بود اما به وضوح در زمینه زبان و فرهنگ نیز همین را می‌بینیم لازم به ذکر است که در همان زمان علاوه بر بناهای تاریخی بافت تاریخی شهرهای آذربایجان جنوبی نیز به طور سیستماتیک تخریب شدند در نتیجه این سیاست امروز می‌بینیم که قسمت‌های تاریخی شهرهای فارس نشین مانند اصفهان شیراز کاشان و یزد همچون خانه ها و خیابان های باستانی حفظ شده است. اما از بافت تاریخی و بناهای باستانی حداقل در تبریز، زنگان، ارمیه و اردبیل حتی یک اثر باقی نمانده است. تنها برخی از خانه های خصوصی و مساجد تا به امروز زنده ماندند و تمام سازه های تاریخی خصوصاً ابنیه های تاریخی دولتی تخریب شدند. بارستنین نمونه این سیاست تخریب سیستماتیک ارمیه پایتخت خاننشین افشار است شهری با گذشته تاریخی بسیار غنی در زمان سلطنت رضاخان بافت جدید شهر ارمیه بر روی بافت قدیمی و تاریخی شهر ساخته شد و در آن بین قسمت باستانی شهر تقریبا به طور کامل تخریب شد میدان و چهار راه به اصطلاح مرکز امروزی دقیقا بر روی بنای تاریخی شهر ارمیه ساخته شده است همچنین قسمت های باقی مانده ارک 250 ساله اورمیه که متعلق به زمان رضا افشار است و بیگ ابلری در خیابان ارک در زمان رضاخان به طور کامل تخریب شد. این نابودسازی سیستماتیک در مناطق فارس نشین ایران رخ نداد بلکه تنها در مناطق ترکی و همچنین عربی ایران به وقوع پیوست. برای شفاف سازی و فهم کامل این موضوع به تحقیقات گسترده ای نیاز است. متاسفانه امروز رژیم ایران اجازه چنین تحقیقاتی را نمی دهد و ما فقط باید به اطلاعات موجود در منابع تاریخی محدود اکتفا کنیم. با این حال بررسی و شفاف سازی کامل این موضوع احیای بناهای تاریخی باقی مانده و انجام مراحل حقوقی درباره این جنایت تاریخی در دادگاه های بین المللی صالح یکی از اصلی ترین وظایف عموم مردم آذربایجان است. در این برنامه به شرح تعدادی از بناها و آثار تاریخی نابود شده در تبریز خواهیم پرداخت. کاخ، باغ و میدان آلاگاپو یا شمسال اماره این میدان و کاخ، ساختمان و میدان دولتی صفویه در تبریز بود. پس از انتقال پایتخت از تبریز، از آلاگاپو به عنوان محل اقامت ولیعهد و والی در زمان هر دو دولت صفویه و قاجار استفاده میشد در دوره صفویه نام آن آلاگاپو و در دوره قاجار به شمس اماره یا کاخ خورشید معروف بوده است این کاخ همچنین دارای ساختمان های جانبی مانند ساختمان گلخانه و حرمخانه بود این مجموعه همچنین شامل یک باغ و یک میدان بزرگ بود که در آن مراسم دولتی برگزار می شود. در سال 1933 در زمان حکومت رضاخان کاخ آلاگاپو به طرز مشکوکی سوخت و بیشتر آن تخریب شد. پس از آتش سوزی تلاشی برای ترمیم آن صورت نگرفت. بعدا در اثر سیل تخریباتی در باغ قصر رخ داد اما باز هم هیچ تلاشی برای ترمیم آن صورت نگرفت. کاخ و بقیه میدان در سال 1947 به طور کامل تخریب شد. درختان 100 ساله قطع شد و سایر ساختمان های میدان تخریب شدند. بعدا استانداری فعلی آذربایجان شرقی و سایر ساختمان ها به جای آن ساخته شدند. مجموعه کاخهای باغ شمال یا شهزاد باغ این مجموعه در زمان یعقوب آقویونلو ساخته شده بود. در دوره قاجار بسیار گسترش یافته و کاخها و غرفه های بسیاری برای شاهزادگان قاجار ساخته شد. همچنین محل اقامت عباس میرزای قاجار نیز بود. در سال 1929 توسط شهرداری تبریز به طور کامل تخریب شد و دهها اثر تاریخی از بین رفت. از کاخ های تخریب شده در مجموعه باغ شمال می توان کاخ نایب و و کاخ شیرین فرهاد اشاره کرد. لازم به یادآوری است که هر یک از ورودی های باغ شمال خود یک بنای تاریخی بود که به طور کامل تخریب شد. کاخ و باغ اعتزادیه این کاخ در زمان مزفرالدین شاه قاجار ساخته شده بود و در زمان رضاخان تخریب شد. کاخ و باغ صاحب دیوان. کاخی بود که محمد علی شاه قاجار در زمان سلطنتش در تبریز در آن زندگی میکرد در زمان پهلوی اول تخریب شد. ارک علی شاه این قلعه توسط تاجدین علی شاه جیلانی وزیر خدابنده اولجایتو سلطان ایلخانی ساخته شده بود. ارک تا اواخر قاجارها در تبریز مورد استفاده نظامی قرار می گرفت و هر چند وقت یک بار تعمیر می شد. وقتی روسها تبریز را اشغال کردند در بخشی از آن آتش سوزی رخ داد. با به قدرت رسیدن پهلوی بخشای مختلف آن تخریب شد. بخشی از آن نیز در زمان جمهوری اسلامی ایران تخریب و بر روی آن مسلای تبریز ساخته شد. در حال حاضر فقط دیوار جلویی ساختمان اصلی قلعه باقی مانده است که به درستی از آن محافظت نمی شود. ساختمان قدیمی شاهگلو در زمان سلطان یعقوب آق دو ساخته شد و در دوره صفویه گسترش یافت. قهرمان میرزا، پسر عباس میرزا قاجار این دریاچه و کاخ را به مکانی برای گردش و تفریح قاجارها تبدیل کرد. بعد از انقلاب اسلامی نام آن به الگلو تغییر داده شد. در سال 1965 شهرداری تبریز ساختمان قدیمی را تخریب کرد و به جای آن ساختمان دیگری ساخت. میدان دولتی صاحب الامر این میدان در زمان ایلخانی میدان صاحب آباد، در زمان آقویونلوها میدان حسن پادشاه در زمان صفوی و قاجار میدان صاحب الامر نامگذاری شده و برای یهتوف دولتی و نظامی مورد استفاده قرار می گرفت. در آن زمان این میدان بزرگترین میدان جهان بود و اندازه آن مسافران اروپایی را متحیر می کرد. ارتش سی هزار نفری اوزون حسن آق در این میدان بسیار بزرگ رژه نظامی انجام میداد. اگرچه حدود 200 سال پیش در اثر زمین لرزهی شدید آسیب دید، اما تا پایان قاجار مورد استفاده قرار می گرفت. در دوران پهلوی به تدریج تخریب شد. اکنون فقط مسجد صاحب الامر و برخی ساختمان‌های کوچک باقی مانده است. باقی مانده قطعات با گذشت زمان بدون مراقبت رها شدند. اینها تنها بخش کوچکی از جنایت و ترور فرهنگی و تاریخی شعوبیان یا همان ملیگرایان پانفارس در حق ملت ترک است. اعمالی شبیه آنچه که در سالهای گذشته گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق بر سر آثار باستانی و تاریخی آورد. با امید به روزی که بتوانیم از منابع تاریخی و فرهنگی خود محافظت نماییم شاد و کامیاب باشید. Thank